میگه ما دو دسته آدم داریم. یه دسته آدم ها تو ریالیتی گیر افتادن. ریالیتی اون چیزیه که توسط ذهن خودآگاه ما در جهان دیده میشه، یعنی واقعیت هایی که مثلا ما میبینیم، مثل اینکه ما میبینیم که مثلا فلانجا خشکسالی شده، ما میبینیم فلانجا زلزله شده، ما میبینیم فلان کشور دائما در جنگه. این ریالیتی ها هست، اما یه بخشی که خیلی مهمه اینه که ما میبینیم که آدم هایی هم هستن در جهان که ثروت هاشون غیر قابل شمارشه. مثلا میبینی طرف از یک کار آنلاین اینترنتی به یک ثروت رویایی رسیده، بعد میبینی مثلا امروز ثروتمند شدن دیگه به سن مربوط نیست، یه بچه 13 ساله از فروش یک نقاشی ثروت های رویایی کسب کردن، نه از کار سخت. پس همون طوری که اگر در یک جاهایی جنگ، اگر در یک جاهایی فقر کمبوده، در یک جاهایی هم نقطه مقابل اون ثروت و فراوانی هست. باز برمیگردیم به همون صحبت اول هم که انتخاب ما چیه؟ انتخاب ما نگاه کردن به کدوم سبک زندگی در این جهان هست. استر هیکس هم خیلی جالب میگه، میگه تو دوست داری به ریالیتی نگاه کنی یا میخوای ببینی حقیقت این جهان چیه؟ حقیقت این جهان فراوانیه، حقیقت این جهان برکته، حقیقت این جهان تو طبیعت تو میتونی به وضوح ببینی که این رونده از برفش، از بارونش، از وسعت آسمونش، از وسعت اقیانوس‌ها و این کره زمین داره خودش رو به تو نشون میده. اما تو میتونی، چون این حق انتخاب رو داری، میتونی در همون لحظه به جای اینکه اون فراوانی‌ها رو ببینی تمرکز تو بیاری یا ذره بین رو بذاری روی کمبودها. و بعد خب جالبه، این هم جزء قوانین جهانه، وقتی تو ذره بین میذاری روی اون بخش، دقیقاً ذره بین چیکار میکنه؟ قانون ذره بین اون بخش رو برای تو بزرگ میکنه و از همون بخش به تو بیشتر نشون میده. چون هست، درسته، ما نمیگیم نیست، بله هست، ولی تو چی میخوای؟ اگر تو چیزهای بهتری میخوای باید رو شیوه تفکرت کار کنی. تو نمیتونی مدام از بیماری حرف بزنی و غرور بزنی و ناراحت باشی که چرا این همه ویروس در جهانه، این زمین رو به نابودی، همه آدما مریضن فلانن و بعد تو احساس سلامتی کنی.